سیلی زدن و تهدید کردن نایب رئیس شورای شهر تبریز به صورت یک خبرنگار. با ما همراه باشید، کلیپش رو میبینیم و جزئیاتش رو بهتون میگم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. خب تا یه ساعت گذشته یه کلیپی خیلی توی شبکه‌های اجتماعی وایرال شد از سیلی زدن یه مقام مسئول به صورت یه خبرنگار و اینکه داشت اون رو تهدید میکرد. بعد مشخص شد که این مقام مسئول نایب رئیس شورای شهر تبریز بوده و اون فردی هم که حالا سیلی میخوره یه خبرنگاری بوده که میخواسته از نایب رئیس یه سری سوال بپرسه. چیزی که حالا توی کلیپ مشخص هستش، خشم نایب رئیس به خاطر این بوده که خبرنگار بدون اجازه ازش فیلم برداری میکرده، ولی خب حتی اگه این هم بوده مجاز نمیشده که به صورت این خبرنگار سیلی بزنه. همین باعث شدش که افراد مختلف نسبت به این ماجرا واکنش نشون بدن. اولین نفر مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت کشور بودش که از پیگیری حمله عضو شورای شهر تبریز به یک خبرنگار صحبت کرد و گفت سیلی زدن و تهدید کردن قطعا محکوم است، حتی اگر شهروند معمولی باشد، چه برسد به یک خبرنگار که نماینده افکار عمومی است که مجوز رسمی از این نظام رو برای کار خبری دارد. اینجور که حالا مشخص شده این اتفاق در روز دوشنبه همین هفته اتفاق افتاده و علی باغبان عضو شورای شهر و نایب رئیس شورای شهر تبریز به صورت این خبرنگار سیلی زده و اون رو شدیداً تهدید کرده. خبرنگار هم گفته که من برای این کارهایی که میکنم مجوز لازم رو دارم. سلام علیکم. در همین رابطه ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت کشورم توی صفحه شخصیش نوشت ماجرای فرماندار و خبرنگار رفسنجانی، همونی که سال گذشته درگیری و توهین فرماندار رفسنجانی با یه خبرنگار منجر به عزل اون شدش، که پیش اومد گفتید خبرنگار هم مقصر بوده. اصلا کاری نداریم به این ادعا که درست است یا غلط، اما سیلی زدن و تهدید کردن قطعا محکوم است، حتی اگر شهروند معمولی باشد، چه برسد به نماینده افکار عمومی که مجوز رسمی از این نظام برای کار خبری دارد. عضو شورای شهر تبریز به صورت خبرنگار ما سیلی زده، البته خواسته از او فیلم نگیرد و قصدش انداختن گوشی بوده که در کل ماجرا هم فرقی نمی کرد. در این رابطه با مدیر ارشاد استان صحبت کردم، اون تو راه استانداری بود و قرار شدش که پیگیری رو انجام بده. با خبرنگار و مسئول خانه مطبوعات استان هم صحبت کردم و پیگیر کارش هستم. خب رئیس شورای شهر تبریز هم نسبت به این ماجرا واکنش داد و یه مصاحبه ای انجام داد و جزئیات ماجرا رو گفت و گفت که پیگیری‌های لازم رو انجام میده. بریم صحبت‌های رئیس شورای شهر رو هم بشنویم. میخواستم بدونم که این عضو شورای شهر که امروز فیلمش، حالا دیروزم همینطوری یکمی منتشر شده بود که سیلی زده بودن به صورت خبرنگار، میخوام بدونم که خود شورای شهر الان چه واکنشی به این موضوع نشون میده؟ دریان سیلی نیست، مستندات حاضر به دادگاه هم قرار رای بشستن، دوبین های از نام خدمت شما مدار بستی که بعد داشته هستن، قضیه سیلی نیست. فقط ایشون گوشی رو آورده پایین چند بار که آقا از من فیلم نگیر، من چون بالای 5 بار شاید 10 بار حتی خود بنده هم ایشون گفتم که بعد میخوای مصاحبه بگیری قبل اینکه گوشی روشن کنی اول اطلاع بده. با هم مثلا با هم اعضا مثلا شوخی میکنن یا حرف میزنن، عرضم خدمت شما اصلا آداب مصاحبه هم همینه که وقتی میخوام چیزا رو ضبط کنن یا فیلم بردار کنن اول میگن که آقا من دارم ازت فیلم برداری میکنم. خودش هم لایو چندین بار بهشون گفته شده بود، مثلا ایشون اصلا هر زمان شما هر گوش نمیدادن. دیروز هم اونجا همه شاهد بودن و فیلم هم هست، فقط چند بار دوربین رو آوردم پایین که از من فیلم نگیر، من گفتم از من فیلم نگیر. آها. خب ایشون عضو کدوم کمیسیون شورای شهر هستن؟ نایب رئیس هستن. نایب رئیس هستن.
آها، میخوام بدونم که خب به هر حال این نوع رفتار با خبرنگار که حالا نماینده مردم در شورای شهر هست، خبرنگار داشته باشه. خب ایشون پس چه جوری وارد صحنه شورا شدن؟ از کنم خیلی وقت شما، خب جلسه علنیه، مردم هم میتونم بیان، اصلا مشکلی نیست. نه کسی که به عنوان خبرنگار میاد داخل قطعا حراست. خب اصلا ببینید خبرنگار و غیر ایشون خبرنگار با عنوان خبرنگار وارد نشدن؟ نه، جلسه علنیمون برای همه است، همه میتونن بیان داخل، مردم عادی هم میان میشنن، میان توی صحن، یعنی داش میان میشنن. این که ایشون مثلا خبرنگار باشه باید یه شناسایی داشته باشه، مثلا یه کارتی مثلا به عنوان آویز تو گردنش باشه یا از خودش معرفی کنه. یعنی بقیه اعضا کارت گردنشون دارن؟ با همه کارت دارن، با همه کارت دارن. آقای این خبرنگار که حالا آقای آقا جان نژاد بودن، از خبرنگار قدیمی هستن که حوزه شهری رو توی تبریز پیگیری میکنن، قطعا هم قبلا در صحن شورا حضور داشتن، گفتگو گرفتن و خب این قطعا دفعه اول نیست که ایشون حضور داشتن توی صحن. اصلا این نوع برخورد، حالا اصلا خبرنگار باشن نباشن، مردم عادی باشن، کار فرهنگی نیست در واقع. این که حالا نمیدونم مگه چه اتفاقی افتاد که از ایشون فیلم گرفته شد. ما قبلا چند بار صورت درسه داریم، بهشون هم چند بار تذکر شفاهی داده شده که میای شورا فحاشی نکن، خبرنگار فحاشی نکنه. چندین بار یعنی اعضای محترم روابط عمومی چند بار اومدم گزارش کردم، صورت درسه نوشتم، بهشون هم گفتیم فحاشی نکن، فحش نده، با هم توهین نکن. یعنی به اعضای شورای شهر فحاشی میکردن؟ چندین و چندین بار این گزارش شده. اعضای محترم روابط عمومی زنده هستن، زنده و حی هستن و مداری که قبلا داده بودیم، حتی ما چند ماه قبل به حراست هم نوشتیم، حراست هم از مبادی مربوط هم پیگیر شده بودن، الان نامه نوشتن، مکاتبه کردن، تاریخش موجوده. بله. چندی بار گفتیم که آقا ایشون میان فقط مردم رو تحریش میکنن، اعضا رو تحریش میکنن، گاهم بعضی از اعضا رو، چون یه جریان خاصی هستن اینا دنبال خبرگزاری نیستن، خبرنگاری نیستن، اینا کسایی هستن که چون امروز شهردار و شورا موفق در مدیریت شهری شده و کارهایی کرده واقعا تو این چند سال خارق‌العاده بوده، شاید بگیم مثلا استثنایی بوده، میخوان یه پاشیه درست کنم. ما چند بارم گفتیم آقایشون میاد فحاشی میکنیم، به حراست هم مکتوب نوشتیم قبلا که آقا اینا میان اینجا فحاشی میکنین برادر. روز قبلش تو مجلس شهدای پدر شهیدان میرزا محمدی من اومدم بیرون، خود من فحاشی کرد. خب چرا با ایشون پس قانونی برخورد نشد؟ زنگ زدیم 110 میومد. آقا نجات اینطور نکن، این تو در شأن شما نیست. برگشت گوشیش رو برداشت، از من فیلم گرفت که من باید برم خونه شما ببینم، میگن که خونه شما تدمری فلان. گفتم آقای محترم اینطور نیست، منم الان کار دارم بین مردم بود دیگه، مردم هم بهشون اعتراض کردن، حتی فرزند اون آقایی که فوت شده بودن برادر شهیدان میرزا محمدی بهشون گفتن که آقای جواد آقا این مهمون من هست، چرا اینطور میکنی؟ گفت خوب کاری میکنن. بعد از ما فیلم برداشت، من باید برم خونه شما، به زور نشست، به زور که یعنی من دیدم که بین مردم بد میشه، گفتم آقا بشین داخل ماشین ببینیم چی میگه، نشست به زور میگفت باید منو بر خونه خودتون، من باید خونه شما رو ببینم. یعنی این در حیطه خبرنگاری هست؟ درسته. شما به خودتون اجازه میدین که برین زندگی شخصی یه فرد رو، چون روز قبلش من گفته بودم چون ایشون و چند نفر از دوستان ایشون، البته شاید ایشون مستقیم نبود، اون تا در آورده بودن که خونه من رو پیمانکار اومده پارچت کرده، در حال چه سال 90 من اون خانه رو خریدم همونطور پارچت بود، لازم پارچت نیست. من اونجا جواب دادم، گفتم آقا اگه کسی هم میخواد بیاد ببینه من حاضرم ببرم، اون تا روز بعدش ایشون از من مدس خط اومدم بیرون، به زور میگفته باید الان بیرون. گفتم آقا الان خونه من آماده نیست، من باید به خانوادم بگم که مثلا میخواد یه نفر بیاد مهمون فلان. میگفت نه، هی هم توهین میکرد. ایشون یعنی مطالبات شخصیشون رو میآوردن داخل صحن شورا و فحاشی میکردن و به اون شکل در واقع الان دست ما صورت جلسه هست، ما خیلی دست. خب یعنی شما صورت جلسه قبلی اتوماسیون، چون خوشبختانه در اتوماسیون اینا ثبت میشه، نمیشه ما بعدا وارد کنیم به تاریخ گذشته. ما قبلا هم به حراست گفته بودیم که ایشون میان در قالب خبرنگاری فقط گاهن توهین میکنه، گاهن به اعضای روابط عمومی فحاشی میکنه، توهین
من نمیخوام بعضی مسائل رو بینجرج کنم، نه در شأن شما هست نه در شأن من. توهین هایی که واقعا در کوچه بازار هم مردم به هم دیگه نمی کنن. درست. این یعنی جز اختیارات خبرنگاری هست؟ قطعاً به این شکل نه، ولی خب باید صحبت های اون طرف رو هم بشنویم. آقای برگی، من میخوام بگم که حالا به هر حال شورای شهر ازش نماینده های مردم اون شهر هستن و حالا هر کسی از هر طیفی با هر سلیقه‌ای ممکنه که یک برخورد هایی هم داشته باشه. چه بهتر بود که اعضای شورای شهر کمی صبوری به خرج میدادن. بله همینطوریه. ببینید چنین برخورد هایی صورت نمی گرفت. یه نهاد فرهنگی اجتماعی توهین کرده. فیلمان هم خودش گذاشته هست، معمولا بارها اومده با من خیلی سبک خیلی تحریک کننده سعی کرده مصاحبه کنه، من آرام جوابشو دادم. درسته، متوجه. نه اینکه من تا حالا مثلا نه واشون در خب الان شورا میخواد چه برخوردی داشته باشه بعد اینکه در این مورد باید با خود آقای باغبان صحبت کنم، شاید خیلی حرفا داشته باشن آقای باغبان که به شما بگن. درست، ممکنه من از طرف آقای باغبان صحبت کنم. من تا من ازم اینجاست با هر یکی میاد در قالب خبرنگاری به طرف مقابلش فحاشی میکنه، توهین میکنه، این حرمت خودش رو نگه نمیداره. قرار نیست که ما همینطور طرف فحاشی کنه، هی توهین کنه، هی بگیم که آقا فیلم نگیر، آقا فلان نکن. آداب مصاحبه شونده و مصاحبه کننده رو باید هم هر دو طرف رعایت کنه. من نمیخوام تایید کنم کار آقای باغبان رو ها و نمیخوام هم محکوم کنم، چون باید آقای باغبان خودشون صحبت کنن. منتها این که طرف مقابل میاد تندیر ما رو بهشون گفتن که آقا فحاشی نکن، آقا توهین نکن. درست. من حالا طرف رو تحریش میکنه، چون قبلش معلوم نیست قبل اون با آقای باغبان چه استکاکی به وجود اومده بود که ایشون بعدا اومده فیلم بگیره آقای باغبان ناراحت شده. من نمیدونم فحاشی کرده، نمیدونم، چون بارها و بارها به خود من توهین کرده، بعدش در آوردم گوشی رو فیلم برداشته که مثلا من ناراحت بشم، نفر بشم، تحریش بشم، یه حرفی بزنم زحف کنم. خب دوستان، این بودش ماجرا. حتما نظرتون رو برای ما تو بخش کامنت ها راجع به این اتفاقی که افتاده و این سیلی که مقام مسئول به صورت خبرنگار زده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. به نظرتون این مسئولین به جای اینکه خادم مردم باشن رو و خدمتگذاری بکنن به مردم، چرا خودشون رو بالاتر و حاکم به مردم میدونن و اجازه هر کاری رو نسبت به مردم به خودشون میدن؟ حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.